صبحتان بخیر. بدون ترتیب تمامی انسان‌هایی که در روی زمین زندگی می‌کنند همه‌شان به دنبال منافع شخصی خود هستند، اما با وجود این همه منافع شخصی گاهی این انسان‌ها به فکر جامعه خود هستند و به فکر از اینکه چگونه می‌تونند که بر جامعه خود همچنان اینا مفاد برسند و منافعشان به جامعهشان برسد. یکی از پدیده‌های نوپای دنیای مدیریت که به نام سوشیال بزنس یا کسب و کار اجتماعی هست در سال 2005 اولین باری بود که وارد دنیای آکادمیک شد و مورد استفاده قرار گرفت و در دانشگاه همچنان این مسئله تدریس شد، ولی متاسفانه ما تا به حال در افغانستان خیلی کم در رابطه با این پدیده شدیم. امروز هم مهمان عزیز با ما هست و در رابطه با کسب و کار اجتماعی میخواین صحبت هایی داشته باشن. مهمان عزیزی که با ما هستن بانو منیژه رامزی، استاد دانشگاه کابل، دیپارتمنت روانشناسی. بانو رامزی، خوش آمدین به صبح زندگی، صبحتان بخیر. سلام به شما و عزیزایی که بیننده برنامه هستن، صبح شما و هم عزیزا بخیر. سلامت باشین. بانو رامزی، حالا میخواییم که از مفهوم کسب و کار اجتماعی برای ما بگوین. خب مفهوم کسب و کار اجتماعی اون قسمی که شما خودتان یادآوری کردین بحث دنیای مدیریت هست و بحث منابع بشری و حوزه مدیریت در بر میگیره، اما بیشتر بحث را که شما یادآوری کردین بحث مددکاری اجتماعی یا کار اجتماعی است که در افغانستان یک پدیده نسبتا جدید هست و تقریبا مردم با این موضوع آشنایی نداره و اکثرا به شکل علمی و تخصصی در افغانستان فرا گرفته نشده، که اولین بار خوشبختانه در سال گذشته پانزده روانشناسی پانتون کابل اولین فارغین خود را بر اجتماع تقدیم کردن. از این لحاظ بحث مددکاری اجتماعی یا کار اجتماعی در جامعه افغانی که ما دههای بحران جنگ سپری کردیم و فعلا هم در حالت بحران جنگ قرار داریم، چون گروه های آسیب پذیر که مشمول خانما، اطفال، محتادین به مواد مخدر و سایر گروه هایی که مهاجر هستند، تمام هزینه در حقیقت گروه های آسیب پذیر در سطح اجتماع هستند و ما از هر لحاظ از این دریچه ما نیاز به مددکاری اجتماعی یا کار اجتماعی داریم تا این گروه های آسیب پذیر امو منابع امکاناتی که در زندگیشان هست اینا را یک استفاده خوب و مدیریت بکنن و بالاخره بتونن به زندگی اولی خود برگردن، یعنی که حداقل از حالت بحران نجات پیدا بکنن. مثلا ما امروز معتادین به مواد مخدر داریم و ما بحث مددکاری اجتماعی یا کار اجتماعی را کلا فراموش کردیم. معمولا دنبال هزی هستیم که باید کسی که معتاد به مواد مخدر هست به شفاخانه ساعت روانی برده شود، تنها روانشناس امرش کار بکنه، اما حوزه مددکاری اجتماعی کلا فراموش شده و این در حقیقت گرچند پدیده بسیار جدید هم نیست در افغانستان، از زمانی که جمعیت هلال احمر افغانی فعالیت های مددکارانی خود داشته به می قسم فعالیت های حقوق بشرانه یا بشر دوستانی که از صدر صلیب سرخ در افغانستان انجام شده و بعضی نهادها و مؤسساتی که در این حوزه کار کرده و مخصوصا بعد از سال 2002 به بعد سیف د چلدرن و بعضی نهادهای دیگه که در این حوزه کار میکنه، اینا یک اندازه کارهایی را انجام دادن، اما حساس این کار را بعد از سال 2004 تا 2011 بیشتر اداره یونیسف در افغانستان به خاطر مسئولیت اطفال که دچار بحران و مشکل بودن انجام دادن. از این لحاظ ما بیشتر نیازمند هزی هستیم که باید فرهنگ مددکاری اجتماعی یا کار اجتماعی در افغانستان یک اندازه نهادی نشوه و مردم نسبت به این آگاهی حاصل بکنن و جوانان در این عرصه تحصیل بکنن و کارکرد در این عرصه آکادمیک‌تر و علمی‌تر شود. بسیار خوب. حالا بانو رامزی، برای که بیشتر معلومات حاصل بکنیم در رابطه با این کسب و کار اجتماعی می‌خوایم ویژگی‌های اثیرا برام بگین، ویژگی‌هایی که کسب و کار اجتماعی میتونه داشته باشه. خب خود کار اجتماعی یا مددکاری اجتماعی در حقیقت یک سلسله خدمات، فعالیت‌ها و مشاوره‌ای است که از طریق نهادها، مراکز و مؤسسات توانبخشی برای گروه های آسیب پذیر که من پیشتر یادآوری کردم مشمول خانما و معتادین به مواد مخدر و مخصوصا اطفال که در زیر سن به کار شاقوینا واگذاشته میشن، سوء استفاده های جنسی از اینا صورت میگیره، در حقیقت این گروه ها بتانن از امون منابع امکاناتی که وجود داره به حالت اولی زندگی خود برگردن و یا حداقل در یک حالت قرار بگیرن که اینا دچار مشکلات بیشتر در زندگیشان نشه. و این خدمات معمولا از طریق نهادها و مؤسساتی که در این عرصه کار میکنن، مخصوصا ما در افغانستان وزارت کار و امور اجتماعی را داریم، ریاست تامینات اجتماعی را داریم که بیشتر در این حوزه کار میکنه و مخصوصا پانزده روانشناسی بخش دیپارتمنت کار اجتماعی را هم حمایت میکنه همگام با اداره یونیسف در افغانستان. و مشخصا چون اداره یونیسف یک نهاد بین المللی هست و بیشتر برای مسئولیت اطفال کار میکنه و افغانستان هم با کنوانسیون حقوق طفل و این مسائل الحاق است، از این لحاظ بیشتر توجه به این است که باید کار اجتماعی یا مددکاری اجتماعی اطفال را که اینا آسیب پذیر هستند، ما در روی جاده ها میبینیم اینا به کار شاقه واداشته میشن، از اینا به خاطر قاچاق مواد مخدر سوء استفاده میشه، از اینا به خاطر استفاده های جنسی و دچار مشکلات و ناهنجاری
های زیادی که اینا هستن، برای اینا یک مسئولیت ایجاد شده. مثلا آشیانه ایجاد شده که باید اطفال اونجا برن، هم حرفه را بیاموزن و هم در کنار از او تعلیم و آموزش ببینن و از جاده ها و روی سرک دور شوند. یعنی از ویژگی های کار اجتماعی که شما به او اشاره کردین، امی است که بالاخره افراد و انسان هایی که در سطح اجتماع زندگی میکنن، اینا به رفاه اجتماعی دست پیدا بکنن. که ما معمولا در افغانستان متاسفانه رفاه اجتماعی سطحش خیلی پایین هست و چون همو علت اصلیش هم در های بحران و جنگ و فقر و ناامنی هایی که وجود داشته ای است، و از این لحاظ بناهن کار اجتماعی یا مددکار اجتماعی، فردی که در این حوزه تحصیل میکنه و بالاخره تقدیم اجتماع میشه، مسئولیت داره که باید خدمات اجتماعی را برای مردم، برای شهروندا، برای گروه های آسیب پذیر به شکل اکادمیک و علمیش ارائه بکنه و در کنار سایر گروه هایی که خدمات اجتماعی را انجام میده، اینا هم به عنوان مددکار اجتماعی خدمات هر زنده و هر ارزشمند انجام بده. ما سال گذشته 20 معسل هزی رشته فارغ شد، اما قرار به این است که باید کورس های کوتاه مدت در ولایت افغانستان دایر شود با کمک اداره یونیسف و پانتونی کابل، و بالاخره بتانیم ما مددکاران اجتماعی را در کورس های کوتاه مدت تربیت شود از طریق کمیته رهبری کار اجتماعی، و اینا بتانن در حوزه هایی که اینا زندگی میکنن اونجا برای همون گروه های آسیب پذیر خدمات کار اجتماعی را. چه بهتر. فلسفه اصلی این کسب و کار اجتماعی بانو رامزی چی هست؟ اینا فقط دنبال مددکاری اجتماعی هستن که بتانن کمک رسانی بکنن، و هم اینجا منافع خود این نهاد هم مطرح هست و اینا دنبال منافع دیگه هم میگردن؟ خب در حقیقت فلسفه ایش که شما یادآوری کردین، حتی از پس از جنگ جهانی دوم بیشتر به این موضوع توجه شده. که تا ملکه انگلستان به این توجه کرده و بالاخره برای افرادی که کلان سال بوده برای اونا خواستن یک تعداد خدمات اجتماعی انجام شود تا اونا در امو مراکزی که زندگی میکنن امن باشن. مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم که بیشتر اطفال و زنا در معرض خطر بوده، بیشتر در تمام کشورهای جهان روی زی توجه شده. اما در افغانستان که ما با وسوسه که دههای جنگ سپری کردیم برای زیاد توجه نشده و یک رشته ناشناخته باقی مانده. و در قسمت ازی که شما به منافع ازی اشاره کردین، کلن یعنی دیدگاه به ای است که باید مددکاری اجتماعی وقت نهادی نمیشه، رفاه اجتماعی در سطح اجتماع وجود بیاد. وقت رفاه اجتماعی به وجود میاد، همه گروه هایی که در اجتماع زندگی میکنن اونا نفع میبرن و در یک زندگی مرفه و امن به سر میبرن. بنابراین اما این نهادهایی که این کار انجام میدن، اینا هم دنبال منافع خود هستن؟ سه موضوع اینا بیشتر دنبال میکنن. یکی حل مسائل اجتماعی است که به سطح اجتماع مسائل اجتماعی که وجود داره، مسئله ها و مشکلاتی که هست، و در قدم دوم تامین نیازهای افراد است، افرادی که آسیب پذیر است، و در گام سوم ایجاد فرصت های برابر است. طفلی که روی جاده هست او هم باید بیاید درس بخونه، و طفلی که در یک فامیل یا خانواده که حداقل امکانات زندگی را داره او هم باید درس بخونه. یعنی به این معنا هست که مددکاری اجتماعی بیشتر روی فرصت ها، روی تامین نیازها و روی حل مسائلی که در سطح اجتماع هست روی تاکید میکنه. یعنی در کل نهادهایی که به این مسائل میپردازن، اینا کاملا دنبال از این هستن تا چگونه بتونن با جامعه ای که اونجا کار میکنن، فعالیت میکنن، بتونن با اونها خدمتی انجام بدن و واقعا مردم و افراد این جامعه را بتونن به رفاه اجتماعی برسونن. ولی حالا اینجا مسئولیت مردم در قبال این نهادها و در قبال این رفاه اجتماعی و مدد اجتماعی چی هست؟ اینا چگونه میتونن سهم خود به شکل درست انجام بدن؟ خیلی سوال بجا. ببینین حداقل رسانه‌های افغانستان به این بحث توجه نکرده. من خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه روی از این موضوع بحث میشه. سلامت باشید. معمولا ما میایم دنبال موضوعات روانی خیلی روش بحث میشه. هم صبح هم شام وقتی ما برنامه رسانه‌ها رو سرچ میکنیم میبینیم بیشتر روی تکالیف روانی اینا، روی حاصل موضوع، روی حاصل مواردی که باید ریشه یابی بکنه و مشکلات پیدا بکنه، روی ازو زیاتر تاکید و توجه نمیشه. حالا ببینین وقتی ما در این حوزه برای اولین بار در افغانستان فارغین این رشته وجود داره و در خود داخل چوکات پانتون کابل در این رشته معسلین میان درس میخوانند و فارغ میشن، خود از این نشان دهنده هزی است که اجتماع افغانستان نیازمند افراد متخصص یا مددکاران اجتماعی در این رشته یا در این حوزه هست. و بحث مهم اساسی است که مردم چگونه در این زمینه کار کرده درست میتونن داشته باشن. خود کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان هنوز یعنی یک جایی را برای رشته باز نکرده. هنوز نمیفهمن که ما در ادارات افغانستان ما نیاز به مددکار اجتماعی داریم. هنوز نمیفهمن که ما در مرستون ها، در پرورشگاه ها، در نهادهایی که برای اطفال اونجا دادخواهی صورت میگیره و برای مسئولیت اطفال کار میشه، ما در کنار قاضی و سارنوال و دیگه افراد ما نیازمند به مددکار اجتماعی هم هستیم.
این یک بحث است. بحث دوم هم رسانه‌ها است که باید مسئولیت خود را به جا بکنند و در قدم سوم مددکاران اجتماعی خود هزینه باید یک کارکرد مثبت را در اجتماع تبارز بدن. به این معنا و مفهوم که از رشته که فارغ شدن دوباره باید به می رشته خود کار بکنند. دوباره باید نرن به بست معلمی درخواستی نتن، باید برای بخش‌های مدیریت و اینا کار نکنن. باید به عنوان مددکار اجتماعی، چون نهادهایی که در این زمینه کار میکنن هم نهادهای ملی و هم نهادهای بین المللی در داخل افغانستان خیلی زیاد است که اینا باید در این بخش‌ها جذب شون و از این مدرک اینا باید کار بکنن. و مردم هم باید یک خوشبینی را نسبت به این رشته و نسبت به فرهنگ مددکاری اجتماعی پیدا بکنن. چرا؟ تا زمانی که ما اگر مددکاران اجتماعی را حمایت نکنیم کار کرده شه، در حقیقت این رشته در افغانستان نهادینه نمیشه و ما در دراز مدت به نتیجه مثبت نمیتونیم. بسیار خوب. حالا با این همه اهمیتی که مددکاران اجتماعی در یک جامعه میتونن داشته باشن و اینقدر کار کرده اینا با ارزش هست، فکر میکنین 20 ماه هست که تازه فارغ شدن بتونن برای کشور مثل افغانستان بسنده باشن و نیازهای این جامعه را برآورده کنن؟ خب این یک آغاز بوده. بله. یک آغاز بوده که اداره یونیسف، وزارت کار اجتماعی، وزارت محترم تحصیلات عالی، پانتون کابل دست به دست هم دادن. بالاخره در یعنی 5 سال قبل اولین گام ها را برداشتن و این رشته را در افغانستان ایجاد کردن. الان که پاکستان، ایران و کشورهای دیگه تا هندوستان و اینا با وصفی که نسبت به ما رفاه اجتماعی در سطح جامعهشان بیشتر است، اینا برای مددکاری اجتماعی یا کار اجتماعی در کشورهایشان خیلی تلاش کردن. اما در افغانستان این جای خوشبختی هست که در کنار این همه ناهنجاری ها و مشکلات که در افغانستان وجود داره، بالاخره اولین اقدامات یا اولین گام ها گذاشته میشه. امیدواری به این است که انجمن مددکاری اجتماعی شکل بگیره و در آینده اینا بتانن امی کسایی که مثلا اولین فارغین هستن، دومین، سومین، اینا بتانن مددکاران اجتماعی را در کورس‌های کوتاه مدت تربیت بکنن و اینا بتانن به شکل حرفه‌ای برای دیگران خدمات ارائه بدن. سلامت باشین بانو رامسیزی که امروز بر ما وقت دادین. می‌خوایم خیلی کوتاه پیامتون را داشته باشیم به همه بیننده‌های عزیزی که همین لحظه بیننده برنامه صبح هستندگی هستن در رابطه با رفاه اجتماعی و در رابطه با مددکاری اجتماعی. خیلی خوب، ما خواهش ما عزیز که مسئولین عزیز فعلا آزمون کنکور در پیش دارن. رشته هایی را که انتخاب میکنن باید خیلی آگاهانه انتخاب بکنن و رشته مددکاری اجتماعی هم یک رشته هست که جامعه به اون نیاز داره، مردم به اون نیاز داره و خیلی با دید قدر و احترام نگریسته میشه به این رشته. جوانای عزیز کوشش بکنن که یک سلسله معلومات نسبت به این رشته پیدا بکنن و این رشته را انتخاب بکنن تا بتونن در آینده برای مردم خود مصدر خدمت باشن. سلامت باشین بانو رامسیزی که امروز بر ما وقت دادین و در برنامه صبح زندگی با ما بودین.